در این مرحله از کار این مقاله فرضی ممکنه که نیاز داشته باشیم که اون رو برای شخصی که کار مرور این مقاله و ارائه نظرات رو بفرستیم، مانند استاد راهنما، برای این منظور ورد تب جدیدی رو در نظر گرفته به نام تب ریویو که این امکان در اختیار مرورگر قرار میده تا بتونه نظرات خودش رو از طریق دستورات این تب به فایل اضافه بکنه. نحوه اضافه کردن نظرات به دو صورت هست، یا امکان اضافه کردن کامنت وجود داره و یا امکان دیگه به نام تراکینگ در این قسمت در نظر گرفته شده. من با کنترل هوم برمیگردم به ابتدای فایل و ابتدا از کامنت استفاده میکنیم. برای اضافه کردن کامنت به هر قسمتی، به عنوان مثال من میخوام توی ابتدای همین سند کامنت رو اضافه بکنم که این عبارت رو حذف بکنه از این قسمت از عنوان فصل. انتخابش میکنم، روی نیو کامنت کلیک میکنم، ستونی به سمت چپ اضافه میکنه و این امکان رو به من میده که کامنتم رو اضافه بکنم و به همین طریق میتونم مرور رو ادامه بدم و کامنت های بیشتری رو برای این سند اضافه بکنم. امکان بعدی که اینجا وجود داشت، همونطور گفتیم، امکان تراکینگ هست. در صورتی که کسی که مرور مقاله رو داره انجام میده و بخواد از این امکان استفاده بکنه، ابتدا روی قسمت بالای دکمه تراک چنج کلیک بکنه که به این صورت در حالت انتخاب قرار بگیره. وقتی این دکمه در حالت انتخاب هست، در حقیقت تغییرات ما اعمال نخواهد شد و فقط بورد اونها رو پیگیری میکنه و این تغییرات رو به خاطر خواهد سپرد تا وقتی که این فایل رو ارسال میکنیم برای اون شخص اولیه در جریان این تغییرات قرار بگیره. دکمه تراک چنج تو حالت فعال هست و من میام و تغییرات مورد نظرم رو مستقیما در متن اعمال میکنم. به عنوان مثال میخوام این به نظر میرسد رو حذف بکنم، خودم مستقیما اون رو انتخاب میکنم و دکمه دلت از صفحه کلید رو میزنم. همونطور که میبینین به نظر میرسد رو از فایل من حذف نمیکنه و فقط یک خط روی این قسمت میکشه و این خط مشخص میکنه که در حقیقت نظر من بر این هست که اون قسمت باید حذف بشه. من وقتی موس رو نگه میدارم روی تغییری که توی این قسمت از فایل اتفاق افتاده، میبینین که جزئیاتش رو مشخص میکنه که توی چه تاریخ و زمانی به نظر میرسد دلت شده توسط کسی که مرور این نوشته رو انجام داده. من یه قسمتی دیگه رو هم به عنوان مرور اضافه بکنم. به عنوان مثال مرورگر به این نظر میرسه که اینجا باید فونت دیگه براش انتخاب بشه و با اندازه 12 براش انتخاب میکنه و به همین طریق تغییرات رو داره پیگیری میکنه که چه تغییراتی رو من دارم اعمال میکنم. نوشته که داره فرمت این قسمت فونتش عوض شد و با اندازه 12 و بی‌نازنین براش انتخاب. این فایل رو مرورگر ذخیره میکنه بعد از اینکه تغییراتش رو با استفاده از این دو دستور نیو کامنت و تراک چنج اعمال کرد و ارسال میکنه برای شخص مورد نظرش. من برمیگردم به هوم و حالا تغییراتی که توسط مرورگر اعمال شده به این سند رو میتونم با استفاده از سایر دکمه هایی که توی این تب قرار گرفته رو پیگیری بکنم. دو دکمه نکست و پریویوس اینجا قرار گرفته که با استفاده از اینا میتونم بین کامنت ها حرکت بکنم. دکمه نکست رو میزنم و کامنت اول کسی که مرور این سند رو انجام داده رو مشاهده میکنم که پیغام داده که بهتره که این قسمت حذف بشه. رو نکست کلیک میکنم و پیغام بعدیش رو دریافت میکنم که برای این قسمت کامنت گذاشته که بهتره که یک ارجاع اضافه بشه. روی نکست کلیک میکنیم و پیغام میده که کامنت ها به پایان رسید. وقتی کامنت ها رو دریافت کردیم، میتونیم با استفاده از این دکمه دلت هر کدوم از اونها رو یا با دلت آل کلیه اونها رو از توی فایلمون حذف کنیم. من همه رو حذف میکنم و قسمت هایی که مورد نظرم باشه رو از فایل حذف میکنم. خب میبینیم که حذف اتفاق نیفتاد. باید قبل از اینکه کار ویرایش فایل رو انجام بدیم، باز دوباره مطمئن بشیم که تراک چنج تو حالت فعال قرار نگرفته باشه. من یک بار دیگه روی این حالت تراک چنج کلیک میکنم که از حالت فعال خارج بشه و حالا ویرایش ها به صورت مستقیم به نوشته اعمال خواهد شد. بعد از اینکه کامنت ها رو دریافت کردین و حالا همه رو هم از توی فایلتون حذف کردین، میتونین تغییراتی که با استفاده از این تراکینگ اتفاق افتاده اونها رو مشاهده بکنین. دکمه های نکست و پرویوسی توی گروه چنج قرار گرفتن که از اینا کمک میگیرین برای تغییراتی که با استفاده از دو قسمت تراکینگ انجام شده. من روی نکست کلیک میکنم. خب من میاره به اولین تغییری که اینجا هست و موس رو میتونم روش نگه دارم و جزئیات بیشتر رو در موردش ببینم. تغییراتی که با استفاده از تراکینگ انجام میشن، قبول یا ردش رو برامون راحت تر نسبت به کامنت ها. اینجا می بینید یک دکمه اکسپت داریم و یک دکمه ریجکت که برای رد این تغییر هست. من این تغییر رو قبول میکنم، اکسپت رو میزنم و اون به نظر میرسد رو برام حذف میکنه و حرکت میکنه میره و تغییر بعدی رو برام نشون میده. تغییر بعدی توی حاشیه برام نوشته که فرمت این قسمت رو عوض کرده. من این تغییر رو با استفاده از این ریجکت رد میکنم و به این طریق به من پیغام میده که تراکینگ ها و کامنت ها پایان رسید و روی اوکی من کلیک میکنم و این ترتیب این ستون سمت چپ حذف خواهد شد.